سلام پویا، سلام آرمین جان، بابک ببین نیستش؟ ما وقت بابک نمیدونم کجاست، ولی الان ممکنه بیاد. ولی اگه میشه کوتاه بگو، چون که آره من ما خیلی الان من نزدیک اومدم، آره حالا بعد آخر برنامه اعلام میکنم. فقط میگم که داشتم با مهمان برنامه امروز صحبت میکردم، حالا در آخر انتهای اعلام میکنم. باش باش. آره اتفاقا اول میخواستم راجع به یه حرفی که بابک زد، میخواستم یه سوالی بپرسم. این پرچم شیر و خورشید بابک گفت، من تا جایی که من یادمه این پرچم شیر و خورشید خودش یک نماد مذهبی بوده و شیرش انگار نماد امام علی بوده، اگه اشتباه نکنم از زمان صفویان به بعد این استفاده شده. این درست درسته؟ فکر میکنم بابک من میشه از من نمیدونم، مطلع باشه. من نمیدونم، نه پویا جان به این صورت هم نبوده. حالا اومدن اعلام میکنن، میگن اون شمشیر شمشیر علی است، نمیدونم اون شیر حیدر است، نمیدونم حیدر علی است و اینا میگن، اما اینا چیزایی که ساختن، تاریخش خیلی بیشتر از این مسائلی که داریم میفهمونی. البته حالا تو داری میگی نماد، خوب شد که حالا در موردش هم صحبت کنیم. ما یه عرض کنم یه گروهی تو همین اتریش داریم که به حساب سری کارا رو هم انجام میدیم، کارهای حالا فعالیت اجتماعی هم ساله هم. اتفاقا لوگویی که استفاده میکنیم همین شیر و خورشید هست، اما خب من شمشیرش رو حذف کردم و جاش درفش کاویانی گذاشتم. البته نه به خاطر اون مسئله ای که عرض کنم که نماد علی و امثال اون باشه، نه، من به خاطر اون قضیه خشونتش، یعنی اون خشونت شمشیر رو اومدم حذف کردم، تو دست یه دونه پرچم دیگه ای که حالا تاریخی تره اونو قرار دادم، همین. که اینطور و خیلی یه مسئله دیگه، خیلی هم به من حجم و نقد و اینا وارد شد به من عملا سر این مسئله. نه کار قشنگ و جالبیه به نظر من. و یه مسئله دیگه هم که میخواستم راجعش صحبت کنم اینه که این کلیپو فکر میکنم شما دیده باشین، این کلیپی که خانومه توی مجلس یکی از ایالات کانادا میاد راجع به اربعین و امام حسین و اینا صحبت میکنه، این کلیپو دیدین شما؟ تو مجلس؟ آره دیدم، بله. آره میخواستم بدونم این کار اصلا قانونیه تو کانادا؟ چون خیلی از کشورهای اروپایی، آمریکا که فکر نکنم، ولی خیلی از کشورهای اروپایی میدونم که اصلا توی محل کار اصلا نمیتونی هیچ نماد مذهبی، نمیتونی راجع مذهب صحبت کنی، نمیتونی تبلیغ بکنی. نمیدونم این تو کانادا، من اصلا اینو دیدم تعجب کردم که این کار اصلا قانونیه یا نه. من فکر کنم قانونیه، ولی اگه دست من بود غیر قانونی میشه. نه من فکر کنم اگه مثلا نمیدونم شما اگه غیر قانونی بکنید اینا، خب اگه مثلا یکی بیاد مثلا کریسمس هم بخواد بیاد مبارک بگه، آیا اونم غیر قانونی میشه؟ بگه این مسیحیه؟ نمیدونم. من فکر کنم نمیدونم. ببین مرز بین دین و فرهنگ مقدار سخته خطشو کشیدن، برای همین اونم یکم بیشتر به مسئله تاریخیش، ببخشید وسط حرف پریدم، اونم بیشتر به مسئله تاریخیش انگار داشت این پرداخت، ولی نمیدونم به نظرم از یاد کار جالبی نبود، توی جاش نبود اصلا. اره من اگه یه حکومت یه موقع بیاد بگه که یه سیاستمدار حق نداره بیاد اربعین رو تبلیغ بکنه توی مجلسشون، و اگه برای اینکه و بعد بگیم خب اگه قرار اینجوری باشه پس حق نداره بیاد کریسمس هم تبریک بگه، من میگم خب باش غیرقانونیش بکنی که کریسمس هم نمیتونه بیاد تبریک، یعنی من میگم مشکلی نیست، اونم غیرقانونی کنی. من فکر کنم باید، من به نظرم دیوار بین دین و دولت باید خیلی دیوار بلندی باشه به نظر من. یعنی اگه، یعنی ممکنه ببینم یه مقدار منظر این دیکتاتوری ممکنه به نظر بیاد برای کسی که من بیام بگم که مثلا یک مثلا سیاستمدار آمریکایی یا کانادایی مثلا بگیم که یا اروپایی نمیتونه بیاد به مردمش بگه کریسمس مبارک، من به نظرم این مشکلی نداره. من به نظرم آزادی دین وجود داره تا وقتی که مردم بتونن خودشون، من به نظرم از سیاست جدا کردن دین خیلی چیز مهمیه به نظر من. آره نظر من هم همینجوره. خیلی خوب آره. من الان خیلی 3 ساعت هم شد تقریبا، من دیگه مزاحمتون نمیشم.
باش باش مرسی فعلا فعلا خدافظ.